مبارزه با یه بیماری واگیردار در این سطح مسئله نیست که شهرداری به تنهایی بخواد اونو انجام بده. ضمن اینکه مسئول اصلی این کار وزارت بهداشت هست. وزارت بهداشت از مدتی پیش هم بخشنمای خیلی خوبی رو ابلاغ کرده، مسیرهایی رو مشخص کرده، ما با هماهنگی اونها باید این کار رو انجام بدیم. البته به محض اینکه ما اولین علائم رو در قم دیدیم، جلساتی رو گذاشتیم و هماهنگی‌هایی رو کردیم که من فکر می‌کنم این هماهنگی‌ها از هفته پیش باعث اقداماتی شد. روز شنبه هم ما با وزارت بهداشت دوباره جلسه داشتیم، این اقدامات توسعه پیدا کرد. همین الان فکر می‌کنم شهرداری تهران بیشترین سطح اقدامات ممکن رو انجام داده، هم در آگاهی بخشی، هم در فعالیت‌هایی که مرتبط با مسیرهای پرتردد هست و اجتماع مردم هست. کارهای جدی رو ما شروع کردیم و تقاضاهای جدی هم از سایر دستگاه‌ها داشتیم که بیان کمک بکنن اون مسیرهایی رو که ما فکر می‌کنیم برای شهر لازمه رو با هماهنگی همدیگه بگشاییم و کارهای جدید رو برای سلامت مردم دست به اقدام بزنیم. شهرداری یک نهاد عمومیه که خودش رو با سایر نهادان باید هماهنگ بکنه. بخشی از اقداماتی که شهرداری میکنه به خودش مرتبط است و خودش تصمیم سازی میکنه، خودش سیاست گذاری میکنه و اجرا میکنه. البته این سیاست گذاری که میگم با هماهنگی شورای شهر تهران هست. اما بخشی از اقدامات ما و وظایف ما وظایف حاکمیتی است که بعضن با بخش دیگه حاکمیت باید درش یک هماهنگی خیلی جدی باشه. در غیر اون صورت نه تنها به نتیجه نمیرسه، بلکه باعث میشه که این هماهنگی ها دوچار خدشه بشن و به این سادگی هم مرتفع نمیشه. متولی اصلی موضوع یعنی وزارت بهداشت هم به نظر من این فعالیت رو داره به خوبی اداره میکنه. کارهایی که به عهده ماست در سطح شهر، نظارت بر میادین میوه تربار، نظارت بر پایانه ها، نظارت بر سیستم اتوبوسرانی، مترو، تاکسیرانی، نظارت بر گرمخانه ها، نظارت بر برگزاری جلسات در سازمان ها، فرهنگ سراها و خیلی از جاهای دیگه، سرای محلات، نظارت بر ورزشگاه ها، همه اینها رو ما در دستور داریم و با هماهنگی مجموعه بهداشتی درمانی داریم انجام میدیم. توسعه این نظارت ها برمیگرده به توافقی که توسط سایر سازمان ها داره انجام میده. راجع به استخرها، همونجور که سازمان سینمایی و وزارت ارشاد دیشب تصمیم گرفتن که همه سینماها و کنسرت ها تعطیل بشه، اونها هم دارن تصمیم گیری میکنن. اگر به این تصمیم رسیدن که ورزشگاه ها تعطیل بشه، قاعدتا ورزشگاه زیر نظر ما هم تعطیل میشه. میدونید که ورزشگاه زیر نظر ما شاید 10% یا 15% کل ورزشگاه شهر باشه. لذا اون تصمیم یک تصمیمی نیست که فقط در عدد ما باشه. ما درخواست کردیم که در این خصوص نظر کارشناسی وزارت بهداشت بیاد. البته تا قبل از اون درخواستمون از شهروندان این هست که اگر علائمی میبینن کمتر استفاده کنن. این رو هم به ورزشگاه ها اعلام کردیم که هم آگاهی رسانی بکنن، هم اگر کسی داره استفاده میکنه که علائمی داره تا حد ممکن با مشارکت خودشون جلوگیری کنن. مثلا سانس سالمندان رو تعطیل کردیم، گفتیم احتمالاً بیماری های زمینه‌ای وجود داره و خطرناکه. اما اینکه بخوایم ورزشگاه رو تعطیل کنیم برمیگرده به نظر وزارت بهداشت. بدون مشارکت مردم و خود مراقبتی اونها عملاً هیچ اتفاقی نمیفته. شهروندان باید این مسئله تبدیل بشه به مسئله اصلیشون. زیر ساخت ها بعضیش دست ماست، همون زیر ساخت ها هم اگر ما بریم به سمت کنترلشون و مردم همکاری نکنن، شهروندان همکاری نکنن، عملا نتایجی که دنبالش هستیم محقق نمیشه. به عنوان نمونه، حمل و نقل عمومی اگر قرار هست که کاهش پیدا کنه خدماتش و مردم کمتر از اون استفاده کنن به دلیل سلامتشون، عامل اصلی ما نیستیم، عامل اصلی شهروندان هستن. چون ما تا زمانی که یک تصمیم کلی در کشور گرفته نشه نمیتونیم اقدامات اضطراری ثانویه رو انجام بدیم. لذا ما امیدمون به مشارکت مردم هست و آگاهی بخشی و آموزش. در بالاترین سطح از امکانات شهرداری داریم برای آموزش استفاده میکنیم. تقریبا همه بیلبوردهای فرهنگی و تجاریمون رو به آموزش اختصاص دادیم، سامان سراهامون رو به آموزش اختصاص دادیم. داریم تلاش میکنیم با تولید پیام‌ها در فضای مجازی و همچنین در فضای فیزیکی برسیم به این وضعیت که مردم همه مطلع باشن از مسئله‌ای که ممکنه دوچارش بشن. فکر میکنم مردم به خوبی حساس شدن و این مسئله خیلی کمک میکنه که ما بتونیم این چالش رو کنترل بکنیم.